با ما هستند. محترم استاد مسعود، استاد پهنسه اقتصاد پهنتون کابل. استاد خوش آمدین به برنامه سلام صبح بخیر. قربان شما، سلام بر شما، سلام بر بیننده شما، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. لطف کردین استاد، صحبت ها رو بخیر ادامه میدیم. بعضی موضوعات هست که باید با توان با شما در میان بگذاریم. ما در یک حالت خاص هست نگاه اقتصادی قرار داریم. یک مسئله هم بعضی مسائل امیدوار کننده و هم بعضی به اصطلاح واقعیت های عینی که میبینیم که در بظاهر امر برای ما تشویش برانگیز است. یک مسئله که بیاین از گپ های خوب اگر صحبت ها آغاز کنیم که در همین اواخر حکومت افغانستان سخت تلاش کرد که امون مسوده توافقنامه راه ترانسیتی ترانسپورتی لاجورد نهایی شد و این نهایی شد. در ارتباط به می مسئله شما چی گفتنی های دارین؟ یقینا که بالای اقتصاد ما تاثیر مثبت را به جا خواهد گذاشت. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هست که خب یک چیز باید واضح بگویم که اقتصاد افغانستان میره که وخیم شوه و به منظور دفع ازی و فرو رفتن زیاد وخیم تر شدن حوزه اقتصادی افغانستان باید دست به کار شد. دولت افغانستان تا یک سال است که مصروف تغییر جو منطقه به منظور آماده شدن رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان است و جانب دیگر در مورد اصلاح او قوانینی که در گذشته وجود داشت و او پروسه هایی که مورد سوال جهان است، مانند کرپشن به خصوص و شفافیت و نشان دادن یک تصویر خوب افغانستان از طریق ای که اگر ما مصرف انجام بتیم دیگه شفاف است و حساب دیگه هم درست است. چند روز پیش هم کار شد و در حقیقت پروژه هم داده شد و دولت هم وعده کرد که دیگر ما او اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنیم. خب صرف نظر از این که ما گپای خوب را انجام دادیم، در پالویز یک کار دیگر هم انجام دادیم که برات از مسئله اونمو شاخص ترانزیت افغانستان است. شما بفهمید که ما در کنفرانس های توکیو و کنفرانس های دیگر در مجموع چند شاخص عایداتی را بر افغانستان اونا نشانی کردن که افغانستان مگر بالای عظمی نقاط فشار خود وارد بکنه میتونه که یک آید کلان را بدست بره که این آید بتونه تنها بودجه داخلی شه، بودجه عادی شه و قسمت از بودجه انکشافی را هم باید تکافو بکنه. درست. ما متاسفانه که تا سال 2013 را وعده ما بر دنیا می بود که در سال 2001 که اگر ما حرکت را انجام شد و پولهای جهان بیه ما تا سال 2013 بودجه عادی خود کاملا از درون افغانستان شمای دادی که ما داریم ایجاد میکنیم و در پالوش میرین که قسمت از بودجه انکشافی را هم یالا کنیم امرای خارجی ها و قسمتش خارجی ها بتن که ما تصمان نتونستیم و هنوزم اون تارگیت هنوزم منیسی یک اصل باقی مانده. از این یکی از اون شاخص های اینه که در پالوی معادن و زراعت و غیره مسئله ترانزیت مطرح است. خط ترانزیت در افغانستان آیدآورترین حرفای را به وجود میاره. این ترانزیت که با وجودی که خود ترانزیت قرن 21 قرن 22 نیست که تنها گذر یک حالا از یک افغانستان به یک جای دیگه باشه و در حقیقت و مقصد بره، این معنی داره که ری اکسپورت به کار بره، بلکه ترانزیت معنای ایجاد یک نقاط کاری بسیار شدید در داخل کشور و ایجاد امکانات انتقال کالاهای تولیدی افغانستان به بازارهای بین‌المللی منطقه‌ای است. یک از اون خطای لاجورد است. شما میفهمید که ما در گذشته ها شورت به خط ابریشم داریم. بله. ارمانا داره که ما در حقیقت کالاهای وارداتی و صادراتی چین و دنیا و از دنیا رو به چین وصل میکردیم. بله. من همین نقطه اساسی بوده. عریف ما در این مسئله عبارت از قزاقستان و پاکستان است. عریف ما درست. که در حقیقت میدونی خط دیگه خط ابریشم هم حرکت میکنه. ما خط ابریشم که حرکت میتیم خط با خط لاجورد یک جام میشه. معنا داره که خط لاجورد ما از طریق افغانستان از طریق ترکمنستان میره به بحیره کسپین بایری قزر میگنش از اونی میفتن به ترکیه، از ترکیه میفتن به مدیترانه و از مدیترانه میره تا اروپا وصل میکنه خدا. مانا داره که اگر چنین چیز شوه ما در حقیقت نوع گریگای منطقه به وجود میریم، به وجودی که ما تا حال زیربنای گریگای منطقه را تا هنوز نتونستیم ایجاد بکنیم. یعنی مانا داره که به منظور تبدیل شدن به گریگای مثبت، فعلا ما گریگا هستیم، به منظور تبدیل شدن گریگای مثبت و حل تمامی مشکلاتی که در قبال این گریگایی به وجود میاد ما باید مناسب ما در حقیقت زیربناهای اساسی رو باید وجود بیاریم.
این زیربنای اساسی نه تنها مسئله امنیت احساسی من امنیت فیزیکی است، بلکه از لحاظ مادی هم حرکت باید صورت بگیره و زیربناهای محکم ساخته شود، به خصوص محترم و غیره. بله. از این لحاظ من فکر میکنم که تحلل در امضای خط لاجورد و این زمانگیر شدن چنین امضای خود شیخ نواد جفا برای مردم افغانستان بوده در گذشته ها باید سوال شود که چرا ما نتانستیم که به زودترین فرصت چنین چیزی را امضا بکنیم و از امتیازات بسیار کلان استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر که خط آهن که ایرانی ها ساختن از بندر خود سرحد ایران سه تا کشور از طریق شمال ما وصل میکنن که ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان است. این ما بسیار ساده کار میتونیم از این طریق ترکمن ها هم راستن خط آهن خود با سرحد ما وصل کردن. فقط ما حرکت دادن میتونیم این خط و در پالوشون با این خط لاجورد شما مکلفیت های بسیار کلان دیگه پیدا میکنید، مکلفیت هایی که باید قسمت حرکت دادن وسایل شما که باید از بین المللی باشه، دریورهای شما که باید به لسان انگلیسی و بین المللی گرفته باشه، دستبندی هایی که شما انجام میتین که باید دور حرکت بتین و در پالوش یک بعضی خاطر است که یک نوع کمک بسیار زیاد بر تجار شما است. دیگر تجار شما تابع قوانین هر کشور نمیشه که حتما باید بالا و پایین بره. این خط در حقیقت یک قرارداد کلانی است که مطابق با نمو نرمای بین‌المللی این بسته‌بندی و حرکت داده میشه و راست میشه به مقصد. فکر میکنم که یک دستاورد کلان اگر حساب بکنیم که دستاورد در حقیقت حرکت های قبلی است، دوام حرکت قبلی امضای شده است. من فکر میکنم که این در شمال بعد پالوش هم اونو یک قرارداد دیگه که سکتور خصوصی برابری آقای گروپ غزنفر انجام داد که 75 میلیون دلار بانک جهانی داد برای این گروپ غزنفر تا با 45 مگاوات برق که گازی است در شمال اقدام بکنه، که حال اقدام شد. درست. فکر میکنم اگر چنین کار را دولت انجام بده و سکتور خصوصی در قسمت انرژی برق چی کنن دخیل بسازه، چنانچه معاون وزارت برق هم گفت که و بند برقی که ما در شمال کابل ساختیم که بسیار میتونه مصرف باشه 500 میلیون دلار کار داریم. اگر 500 میلیون دلار سکتور خصوصی میتونه ایجاد کنه، ما حاضر هستیم که همین بند در اختیارشون بگذاریم. این بسیار گپی کلان است اگر ما بتونیم چنین کار انجام بدیم. فکر میکنم که حرکات ماکرو بسیار خوب است در اقتصاد تا حرکات میکرو اکونومی که متاسفانه دولت رو به کار میبرن و فکر میکنم که زمانش رسیده که به بازی های کلانه مملکتی مسئول شد. لطف کردین استاد مسعود. مسئله دیگری که من میخواستم بپرسم، متاسفانه همیشه و اماره که با استادان محترم مانند استاد مسعود و دیگر دوستان کارشناس ما در امور اقتصادی صحبت هایی داشته ایم، همیشه پول افغانی این مسئله مطرح شده که پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به صورت عمده و اساسی اگر با دلار مقایسه کنیم امو ارزش خود از دست داده میره. در رمی تازگی ها ما تقریبا بالاتر از 64 افغانی در مقابل یک دلار تبادله می کنیم و اگر وضع به این شکل و پیش بره انجامش چی خواهد شد، نتیجه چی خواهد شد. و از جانب دیگر قبلا بعضا اقدامات صورت می گرفت تا به اندازه امیر ثابت نگه می داشتن، حالا اقدامات هم صورت نمی گیره. از جانب دیگر یک مسئله دیگر استاد صحبت ما طویل هم شد که در امی اواخر کلدار پاکستانی هم حتی در مقابل افغانی کم کم بالا و بالا رفته میره. عواملش در چی میبینین و تدابیر وقایوی در ارتباط به این مسئله چی خواهد بود به صورت عاجل آنی؟ خدمت شما شما که ارزش پول افغانی همیان تصنعی است، یعنی ما متوجه یک ارزش تصنعی و مصنوعی پول هستیم که توسط تصمیم سیاسی صورت میگیره. ارزش حقیقی پول افغانی تو نیست. اگر ارزش پول حقیقی افغانی را سنجش کنه، یک دلار مثلا 500 افغانی است. دولت تصمیم گرفته بود که به منظور با ایجاد باورمندی های کلان اقتصادی و منظور رشد و انکشاف اقتصادی در اثر یک سیاست بسیار کلانه که به نام سیاست مارکت یاد میشه که مقدار پول هر هفته بر بازار پولی افغانستان پمپ میکنن تا بتونن که ارزش پولی را در مقابل دلار نگاه بکنن. چرا تو میکنن؟ به خاطر که شعار مهمی است ثبات پول افغانی یا چگونگی ثبات پول افغانی به اساس چگونگی ثبات پولی دلاری. این در حقیقت در روزهای اول صورت گرفت. چرا که وقتی که ما چرایش رو میگیم از لحاظ اکادمیک شما میفهمید ما چرایش رو جواب بدیم. چرا شد موقع 2001
قوات داخل افغانستان شدن. صندوق وجیه بین المللی، بانک مرکزی و دولت افغانستان تصمیم گرفت که ما یک نرخ نوسانی را از 45 تا 60 قبول میکنیم. مانا داره که ما از درون از 45 افغانی تا 60 افغانی بازی میکنیم. این مطابق با حالات اقتصادی افغانستان، مطابق با منافع ملی افغانستان میتونه که ما مطابق با بازار حرکت ها را تنظیم میکنیم، ولی نمیگذاریم که 60 بپره بیرون و نمیگذاریم که 45 پایین بره، برای اینکه 45 پایین اومدن صادرات کننده های ما را بسیار ضرر میبینه و در پالوش هم اگر 60 به بالا بره در حقیقت مصرف کننده بسیار که مستهلکین است بسیار ضرر میبینه. متاسفانه که درزا شما میبینید که ما از 57 به 64 بلند رفتیم و در حقیقت ما 7 افغانی که در حدود 6% یا 7% از چی میشه حتی 10% که سنجش کنیم از کاهش ارزش پولی در مقابل دلار صورت میگیره و این هم دو علت داره. علت اولی چی است که یک ماه کنیم ما پیشتر یک کنفرانس یا یک مجلس کنانی بود از صندوق وجیه بین المللی که در دبی صورت گرفت و نماینده افغانستان بانک هم اینجا تشریف داشتن. نمایندگان صندوق وجیه بین المللی برشان میگفتن که بیاین بریم به سوی یک حرکت نیمه حقیقی ارزش پول افغانی که تا حدود 75 افغانی فی دلار را باید قبول بکنیم. این در حقیقت یک حرکت است، حرکت نیمه حقیقی است، محتمل باید قبول بکنیم تا 75 افغانی را باید قبول شود. شاید هم یک تاثیرشی باشه و تاثیر دیگه از این است که عمدتاً کاهش ارزش دلاری عمدتاً در چه ارزش افغانی عمدتاً ناشی میشه از یک کمبود ارزی دلار در بازار. شما باورمندی ها قسم تغییر خورده که هر کس تلاش میکنه که افغانی خود بیاره در بازار و بایدش دلار بگیره ببره. حتی در بازار هم دکاندارهایی که معامل صرافهایی که من میشنون اینا بسیار کم دلار میفروشن، کم دلار میفروشن. مانا داره که وقتی کم دلار میفروشن مانا داره کم افغانی میخرن. از این لحاظ نوع عرضه افغانی فاقولاد زیاد شده و تقاضا کمتر و در پالوش هم تمام بانک های خصوصی تلاش میکنن که او در حقیقت پول ضعیفه که برای که پول افغانی است این ببرن در بازار تبدیلش کنن به پول قوی و پول قوی رو حفظ کنن. در پالوش یک ده ها دفعه گفته من میگم که یک تجار به من نشان بدن که چند افغانی بخش افغانی چند تا دلار در بانک های افغانستان دارن. اینا بانک های خرد در خانه های خودشان ساختن و شاید مال صدها بانک خرد در خانه های شخصی داشته باشیم که اینا نگاه میکنن سیف میکنن و اعتماد و باور نمیکنن برای بازار و در حد نمیکنن. این باعث میشه که در حد پولای دلاری کمتر شود. جانب دیگه شما میفهمید که برآمدن قوات های خارجی و برآمدن این جوهای بین‌المللی و عدم مصرف که مصرف سرسام‌آور بوده و دلاری در بازار باعث شد که یک کاهش تقاضا کاهش عرضه به وجود بیاد و افزایش تقاضا متاسفانه یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا که خلای کلان به وجود آورد و باعث شد که ما خرابی به وجود میاریم. ولی خرابی ما از دلار رنگ نمیبرم. بله ما از اقتصاد شما میفهمیم که یک چیز به نام نرخ شاخص مؤثر میگیم. این نرخ شاخص مؤثر یه است که تمامی ارز یا اثاری را که بالای تجارت خارجی اهمیت داره او را حساب میکنیم. ما شما چند تا از ارز است که بالای تجارت خارجی شما اهمیت کلان داره؟ دلار است، دلار کانادایی است، ین ژاپنی است، یورو است، پوند است، کلدار پاکستانی است و کلدار ایندی است. در مقابل از اینا ما 15% کاهش ارزشی داریم. به اساس نمی کاهش ارزشی دلاری که ما وجود آوردیم ما 15% کاهش ارزشی به وجود آوردیم. ما اگر مثلا یک ساده میگم باز میخوام تکرار بکنم میگم دوباره دو تکرارش میکنم که یک دوستای ما میگن که ما ضرر نکردیم در این مسئله و هیچ ضرر نیست. ما اگر ما فرض کنیم که 10 میلیارد دلار دوران تجارتی ما باشه 10 میلیارد دلار و از 10 میلیارد دلار در هر مقابل هر دلارش شما در حقیقت 6 افغانی یا 7 افغانی در حقیقت کاهش ارزشی داشته باشین. ببینین تا برای روزه که ما امرای مصاحبه میکردم به کسی دیگه ما 5 افغانی میگرفتیم، حال او رو 7 افغانی میگیریم. 7 افغانی کاهش ارزشی داره. در مقابل هر دلار که 7 افغانی کاهش ارزشی داشته باشین این یک ضرب 10 میلیارد کنین میشه 70 میلیارد افغانی ضرر به حساب مردم افغانستان، جوالی، معلم، مامور و غیره. ای اگر ضریب سرمایه گذاری شد بگیرین که دوباره سرمایه گذاری میتونستم بکنیم، اگر ضرب دو کنیم 140 میلیارد، اگر ضرب پنج کنیم 350 میلیارد افغانی به ضرر مردم افغانستان در اثر کاهش ارزش پولی به وجود آمده.
گیر جواب گفتنش نه از طریق نه بانک مرکزی و نه دولت، هیچ کس نمیتونه که گیر جواب بگه که چرا سیاست های معین را انجام داده. من میفهم که آل رهبری دیوانسان بانک رهبری بسیار خوب است، انشاءالله که اینا حتما یک استراتژی معین خود میسنجن، ولی ما آرزو دارم که استراتژی از اینا هم مثل استراتژی دولت رو نشه یک نیم سال دوام کنه. بله. یک نیم سال ما باشن تا بروز یک برای رئیس جمهور و برای خود بانک مرکزی هم ایره پیشنهاد کردم که ما در زمان دکتر سم نجیب یک بار تجربه 75 افغانی یک دلار انجام دادیم، دو ماه بعدش این لگم گسیخته شد به 120 افغانی در یک دلار رسید. بله. چون نتونست چون لگم گسیخته میشه. بله. بسیار پول. بله. وحشی میشه. آه. امیگه می مهار ساخته نمیشه. بله. یعنی ولت کک میشه ایده. بله. امیگه سو ولت کک میگن وحشی. بله. میشه. بله. و فقط 6 ماه بعد از این 1200 افغانی در یک دلار رسید که یکی از علتهای کلان سقوط دکتر نجیب الله به وجود آورد. من فکر میکنم که میراق حرکات اقتصادی کل دنیا مسئله قیمت هاست و شای حرکات اقتصادی است و قیمت ها توسط پول تعیین میشه. بله. من فکر میکنم که اگر دولت تلاش نکنه که بره به سوی تولید که رای که شما بیدن چرا میتونه این را انجام بدهیم، یک را وجود داره. به صورت تولید مدت باید به تولید بریم. در مورد هر واحدی شما تولید میکنین شما ارزش پولتون رو کم میکنین. همین مسئله تولید خود زمانگیر است. بعض مسائل است که آل از تکوزاری شد 5-6-10 سال بعد نتیجه بده تا از ایالت فیلی برایم که این کار درست، ولی برای آینده ها علل اجاله از نظر مسائل اقتصادی ما اینطور چارساز هستیم که به می حالت حفظ کنیم. مثلا خب اینطور چارساز بسیار کلام نیستیم واقعا که بتونیم بسیار مؤثر باشیم، به خاطر ازی که ضرر 13-14 سال را که او تخم 14 سال که اینا ریختاندن و در قد یک گیاه ارزه با وجود آورد پاک کردنش زمان کردن، ولی من میگم که عاجل میتونیم کار را انجام بدیم. به صورت عاجل بله. ما میتونیم به خاطر جمع کردن پول افغانی چند کار انجام بدیم. درست. میتونیم که اوراق قرضه رو شامل کنیم. آها. امانات در اوراق قرضه دولتی قسمی است که وقتی شما اوراق بخش میکنین ورق را یک کس سرمایه‌دار میگیره بر شما 5 میلیارد 5 میلیون میمانه. آها. امانات شما جمعش میکنین ولی اکتناز میکنینش. در بانک بسش میکنین. بیرون نمیمونن که پول برای بیرون. به خاطر ازی که شما آلگ من حساب کردم از 146 میلیارد دلار افغانی که باید دوران تجارتی ما را تشکیل میکرد افغانی، آله به 250 میلیارد به حدود 250 میلیارد باید بالا رفته باشه. به حدود 250 میلیارد. اگر ما ضرب 5 کنیم که در حقیقت سرعت دوران پولی ره این به 750 میلیارد میرسه. معنا داره که ایواز 550 554 میلیارد که ما میتونستیم صندوق میتونستیم تمامی تولیدات خود که تولید کرده بود جذب کنیم، آله ما ایواز 146 میلیارد رسیدیم به 250 میلیارد. که در حقیقت نقص کلان را ایجاد میکنه. جناب استاد در امی اواخر نظر به عوامل گوناگون و امی ترور و وحشت که مثلا متاسفانه بدبختانه کشور همسایه پاکستان در داخل افغانستان به انجام میرسانه، نظر عام به ترتیب است و رسانه ها هم بالای ازی تماس میگیره که ما اگر امتعه اموال کالاهای پاکستان در داخل افغانستان اگر تحریم کنیم ای پیامدهایش چی خواهد بود و از جانب دیگر چیزی که همیشه به مشاهده نمی رسید بلند رفتن نرخ کلدار در مقابل افغانی کم کم آیست آیسته ای عواملش در چیست و این مسئله تحریم شما من حیث یک اقتصاددان چی گفتنی هایی دارم؟ خدمت شما شما یکی حرکات احساسات و دقیقه آرمان و قلب است که تمام مردم افغانستان چنین چیز دارند در مقابل پاکستان. من فکر میکنم که یک مصاحبه دیروز برای یک رسفیز یک رسانه خارجی داشتم. بله. اونا سوال میکردن که چرا مردم افغانستان چنین شد در مقابل پاکستان. من گفتم که چی وقت نبوده که در مقابل پاکستان چنین کار مردم نخواستن. تنها دولت ها بوده که اگر رابطه سیاسی داشتن و اون الزامیت سیاسی ایجاب میکنه که شما برای همسایه رابطه داشته باشید. یکی از مسئله حرکات های تحقلی شما انجام میدید. در حرکت تحقلی اقتصادی بسیار چیز چند چیز مطرح است. آیا ما میتونیم چنین کار انجام بدیم یا نه؟ این میتونه میشه بعد شما حرکت میکنین و عواملش میسنجین که آیا ما این کار میتونیم چنین کار رو انجام بدیم یا نمیتونیم چنین کار انجام بدیم. اگر میتونستین شما میگنین بله کار انجام بدیم و اگر نمیتونستین شما خود زمان مدیریت میکنن که مدیریت زمان است. بله. و در مدیریت زمان میرین اون مدیریت انجام میتین که در خط عوامل را بوجود برن. برای ما عمدتا عوامل تولید مطرح است. ما باید تولید مدیریت کنیم.
متاسفانه افغانستان دارای مدیریت درست تولیدی نبوده در 13-14 سال و ما وابسته به چی هستیم؟ وابسته به پاکستان هستیم و پاکستانی ها از 45% تا 65% تولیدات ما را تولید میکنن اونا و در پولیش هم چی بر ما صادر میکنن تولیدات ما از اونا میه. ما یک وابستگی داریم و حتی حدود 7 میلیارد دلار هم در خط روابط تجاری ما اما پاکستانی ها رقم میخورن به صورت رسمی و به صورت غیر رسمی. بدیلی که باید ایران باشه یا ازبکستان باشه تاجیکستان باشه متاسفانه این بدیلی وجود ندارن. حتی بدیلی یک بندر هم چابهار هم تا هنوز ما سرش فکر نکردیم در 14 سال به خاطر که سخت تلاش میکردیم که این پاکستانی ها به ما آرام میشه و برادر بزرگ ماست، برادر کوچک ماست، این برادر خونی ماست و گپاست. سرانجام درها رو باز میکنه که متاسفانه هر روز درها رو بسته میکنه و در 102 باری که استفاده کرد ترانزیت بالای ما از لحاظ سیاسی این 130 بارش است. از این لحاظ من فکر میکنم که اگر پاکستان چند روز تورخه رو بسته کنه ما میفهمیم که واسه چیگونه است. از این لحاظ است که از لحاظ سیاسی تلاش میکنه کاله کلدار خود بلند کنه، کاهش ارزش پولی یقین کامل مساوی با یک به یک کلدار میشه. ما پیش بینی میکنم که در صورتی که چنین بیغوری داشته و چنین بیغم باشی در مقابل ارزش پولی انجام بده مقابل تولید افغانستان و در مقابل ای که ما بدیل دیگه پیدا نکنیم و حرکت کنیم ایره ما مجبوریت داریم که ما پاکستان چیز داشته باشیم. ولذا ما میگم که یک حرکت بسیار ملی و احساسات بسیار نجیب و شریف است، ولی حرکت میگن که یک دفاع بعد از یک ارزش خوب صد چندان خطرناکتر از صد تا تخریب است. ما با یک دفاع خوب از احساسات خود انجام بدیم. تشکر. زنده باشین استاد. دوستان عزیز بینندگان محترم یک وقفه داریم. ما امیال با کمک خداوند ذریع یک عملیات بسیار مهم جان یک مریض نجات دادیم که این عملیات بدون برق کاملا نامرکن. برق واقعا یک ضرورت است. برای من که خانم خانه هستم از کالاشویی گرفته تا جارو، اتو، خلاصه تمام کارهای زندگیم سر برق است. اگه برق نمی بود مرگز نمیتونستم تحقیقاتم انجام بدم و مونوگرافم تکمیل بسازم. برق تنها وسیله سرگرمی نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است که میتواند زندگی شما را تغییر دهد و از بل صرفیه برقتان را به وقت معینه آن تحویل نمایید. برشنا زندگی شما را روشن میسازد. چطور میتونم با شریکانم در هندوستان، چین و امریکا تماس بگیرم؟ هزینه تماس ها بالاتر از مفادم میشه؟ تماس های بین المللی صرف در بدل 5 افغانی. چه کار کنم؟ اول به احمد در چین زنگ بزنم یا که به مرز در امریکا؟ خب برو، بر تمامشون به نوبت زنگ میزنم. باید اول به پدرجانم در هندوستان زنگ بزنم. حالا شما می توانید با استفاده از تلفن های سیمدار یا دیجیفون افغان تلکام با بیش از 80 کشور جهان صرف در بدل 5 افغانی فی دقیقه بدون کدام فیس اضافی صحبت نمایید. افغان تلکام، بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. دوستان عزیز بینندگان محترم صحبت ها رو ادامه میتیم با استاد گرامی، استاد مسعود، استاد پنزه اقتصاد پنتون کابل. جناب استاد، در مقاطع خاص از زمان حکومت افغانستان نشست ها، صحبت ها و دید و بازدید های زیاده با کشور چین داشت، من حیث یکی از اقتصاد به اصطلاح اقتصادهای بزرگ در سطح دنیا و جهان و منطقه. نتیجه از این برای افغانستان و چگونه ما بتونیم از همین امسای خود استفاده بیشتر برای بهبود زندگی خود کنیم، برای اقتصاد خود؟ بله، خدمت شما عرض شود که عمدتاً چین یکی از قدرت‌های بسیار بزرگ دنیا از لحاظ اقتصادی است، دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا. من فکر میکنم همیشه اگر طور من معلومات میکنم میگم که قدرت‌های بزرگ همشون یک خصوصیت دارن. بله. ای فرق نمیکنه که آمریکاست، انگلستان است، یا ای روسیه است، یا چین است، یا هند است. قدرت قدرت بزرگ است و این قدرت های بزرگ به منظور ایجاد منافع ملی خودش به اساس تعریف استراتژیکی که برای کشورها داره و به اساس او سیاست هایی که
شاید سیاست های صد ساله خودشان حرکت میکنند. بسیار جالب است که بعض سیاست مدارای ما ایتو فکر میکنند که بیاین ایتو یک کار را ما انجام بتین که تا تغییر سیاست ها از اینا را در مقابل افغانستان با وجود بیاریم، که به نظر من یک نوع مسخره است. ما میتونیم که یک سیاست بسیار معقول در مقابل سیاستشان پیشکش کنیم من. تا این سیاست ما مطابق با منافع ملی از اونا و منافع ملی ما صحیح شود بیتو بیایم. متاسفانه افغانستان چین نشده، ما از یک میوری گریختیم به چین میوری، او رو به خاطر که پاکستان بتونه آرامش به پاکستان ایجاد شود و آرامشی که ما در عربستان سعودی میخواستیم که هر دو پای لرزان خالی است، میخواستیم از اون تاریخ زمینه های رشد و انکشاف اقتصادی ما را به وجود بریم و هند از میور بیرون کردیم. یکی از خرابترین نقاطی که در سیاست خارجی ما نهفته است، با وجود سیاست خارجی، حرکات سیاست خارجی دکتر اسماعیل غنی ما سخت دوست دارم، به این حرکاتش انجام داد به خاطر که باید منطقه ما آرام شود به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان، در این نقطه مخالف شده است. به این که ما مجبوراً باید اگر ماهنگی را ایجاد میکنیم در سیاست خارجی خود ما بین چین و بین هند. درست. این هند نباید از دایره بیرون میکنیم و این رقابت سالمه در بین چین و هند در حقیقت می آوردیم در درون افغانستان، چانچه در وقت آقای کرزه شده بودیم مثل اینک چین مره. شمال هند مثل اینک چین آجیگک هند مره. گاز چین مره. سلما هند مره. این در حقیقت نوعی رقابت سالمه بود که ما در حقیقت درد می سازی رقابت و منظوری به دست آوردن منافع ملی خود ما که شد متاسفانه می از دست دادیم. لذا برای رفتن با چین مانند رفتن با پاکستان یا رفتن با یک کشور دیگه نیست. در اونجا سرمایه گذاری کلان چینی که انجام داده که عبارت از مثل اینک باشه و شمال باشه، که متاسفانه اون قراردادهای که ما اوزا امضا کردیم قراردادهای بسیار هوشیارانه چینایی بوده که مطابق منافع ملیشان بوده و ما در قدر منافع ملی ما انعکاس نمیافته، متاسفانه ما تنظیم نتونستیم. حتی ببینید که ما موقعی که امروز چین رابطه تعیین میکنیم، خط ابریشم میخوایم بسازیم، پاکستانی ها در امو مسیر خط می جنگن، در مسیر خط مسیر خط ابریشم می جنگن. چرا؟ به خاطر که تغییر بدن این خط از قزاقستان بیان به خود سینکیانگ و سینکیانگ ترش کنن به گوادر. این در حقیقت حرکات یک رقابت منطقوی به خصوص سابوتاژی پاکستانی ها و کشورهای دیگه در مقابل افغانستان است. من فکر میکنم که چینایی ها بسیار بزرگ هستند. این قصه که من میگم که اشتباه کلان بوده که ما در طول 13 سال گذشته چین در رده دوم قرار دادیم و هند در رده اول. اول اشتباه دیگه وجود داره که ما چین در رده اول قرار میدیم و هند در رده دوم. ما هر دو باید موازی به حرکت میکنیم. چینایی ها عمدتاً هیچ علاقه مندی زیاد ندارن که از لحاظ اقتصادی برای ما کار کنن. چی باز لحاظ چینایی ها ثبات افغانستان بسیار مطرح است. ثبات مطرح است. ثبات برای اینکه چینایی ها میخوان از این طریق حرکات خود را برسانند به خط لاجورد و از خط لاجورد برند به ایتالیا که آخرین نقطه کالایی اروپایی شان است. فکر میکنم که هنوزم سر وقت است، هنوزم هیچ وقت خرابی نامده، ولی ما میگم که در انحصار قرار دادن سیاست خارجیتان در قصد یک کشور دیگه و نسخه کسی دیگه را تطبیق کردن در سیاست خارجیتان علاوه از خودتان را ضعیف میسازم، طرف دیگه هم نمیتونه که خوب کار کنه برای اینکه در انحصار آمده دیگه. اینا باید رقابت رقیب هم خود ببینن. از این ما میگم که چینایی ها آره نمی خود مختار ولی در افغانستان کار میکنن برای اینکه حریف کرانشان که هندوستان است که خطر بر منافع ملیشان ایجاد میکنه ولی وجود نداره. من فکر میکنم که اگر چنین کار صورت بگیره چینایی ها حاضر است که چنین کار انجام بدن. بازار ما بازار چینایی است امیل لحظه و از لحاظ اقتصادی هم قدر ما بزرگ نیست. ببینید که ما 26 میلیارد دلار تمام تولیدات سالانه ماست. 26 ما که خوشبینانه فکر میکنم دیگه راه 24 میگم، ما این 26 میلیارد دلار در 26 میلیارد دلار چند تا کشور ایران، پاکستان، چین، هند و کشورهای دیگه و قدر برشان یک نوع بازار شایسته نیست. تا مثلا ایران که 456 میلیارد دلاری است، شما ببینید بازار ایران، تولید ایران 456 میلیارد دلار است، از ما از 26 میلیارد دلار گفت مقایسهش کنید زمین آسمان فرق میکنه. لذا چینایی‌ها به سوال خامنه‌ای داره، هندی‌ها به سوال خامنه‌ای داره، آمریکایی‌ها و غربی‌ها که در اونجا برن و اون 456 میلیارد دلار رو بگیرن. نه یکی 26 میلیارد دلار که توسط خود اینا به وجود میاد. از این لحاظ من فکر میکنم که تولید قوی کنین تا توسط تولید شما حرفی از تولید داشته باشین، بعد برن به سوی حرفای امروی چین و امروی هند و امروی دیگرا. بله. چون ما وسط یک دقیقه وقت داریم. اقتصاددانا وقت خود
بسیار دقیق مراعات میکنه. استاد امین، نهادها، بعضی نهادهای وجود داره در بخش مسائل اقتصادی در سطح کشور که اینا بین خود شورا مشوره ها می داشته باشند، به خاطر بیرون رفت از همین چالش ها و پرابلم های موجود، اگر شورای عالی اقتصاد است و امثال از اونا، اینا جلسات خود دارن، کارهای داشتن امین مسائل در توجه یقینا که هست. یک چیز بر غنی سر نگم، بدون اجماع، خودش اجماع میگه، بدون اجماع ملی در مورد اقتصاد و بیرون رفت از اقتصاد نمیتونی کار رو انجام بدی. متاسفانه در مورد هر چیز گپ میزنیم، در مورد صلح گپ میزنیم، در مورد جنگ گپ میزنیم، در مورد پاکستان گپ میزنیم، در مورد سیاست خارجی گپ میزنیم، هیچ وقت در مورد بیرون رفت افغانستان از وضع وخیم اقتصادی تا حالا بحث نکردیم. از این دو فکر میکنم که جامعه اکادمیک باید شامل چنین کار انجام بدن و اگر جمعه ملی به زودترین فرصت بسازن که چیگونگی بیرون رفت افغانستان از چنین پرابلم باید مطرح شد. لطف کرده، بسیار تشکر استاد عزیز، زنده باشین. محترم استاد مسعود، استاد پنزه اقتصاد پنتون کابل، موفق باشین استاد. لطف کرده. دوستان عزیز، بینندگان محترم، برنامه سلام صبح بخیر در همینجا به پایان میرسه. ما از حضور شما مرخص میشیم. خداوند بزرگ یار و مددگارتان روز با امن و خوب داشته باشید.